سلام بچه ها، چطورید؟ من سینا سینوکسم. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. آقا امروز دو کلمه حرف حساب باهاتون دارم، اصلا حرف زور دارم باهاتون. شوخی کردم ولی ضرر نمیکنید کاری که میگم و بکنید خدا میشید خدا. دیگه تا الان هر جوری بازی میکردید بسه، پاشید برید جیروسکو و فعال کنید ببینم. بچه آلکاتراز دو روز اومده، بهترین موقعیتی که تمرین کنید. حالا کامل توضیح میدم که جیروسکوپ یا همون جایروسکوپ چیه و به چه دردی میخوره و چی کار میکنه. من خودم تو همین آلکاتراز انقدر تمرین کردم الان دارم فول جیروسکوپ بازی میکنم. برای اینکه حوصلتون سر نره بریم یه گیم پلی با هم دیگه ببینیم، یه سری چیزا رو بهتون بگم، آخرش هم حتما میگم چی کار کنید که خیلی راحت یاد بگیرید. فقط قبلش برای حمایت از من حتما کانالمو ساب کنید، این ویدیو رو هم لایک کنید و برای اینکه سابتون نپره کامنت انگلیسی بذارید. دمتون گرم، بزنید بریم سراغ ویدیو. خب آقا، اول از همه بگم کلی ناراحتم، اکتیویژن داره گست لوزند رو برمیگردونه. یه دونه این کاراکتر خز نشده بود که به لطف اکتیویژن خز میشه، منم دیگه خیلی کم برش میدارم. خب حالا جیروسکوپ چی و به چه دردی میخوره؟ جیروسکوپ وقتی شما روشن کنید، حالا بهتون میگم چجوری روشن کنید و چجوری سنسشو بچینید که اذیت نشید باش را بیفتید. جیروسکوپ وقتی روشن کنید با تکون دادن صفحه گوشیتون بسته به سنسی که میچینید صفحه بازیتون هم تکون میخوره. سنستون پایین باشه کمتر تکون میخوره، بالا باشه بیشتر تکون میخوره. من قبلا یه ویدیو راجبش درست کرده بودم که لگد همه گانا رو با جیروسکوپ خیلی راحت میتونید بگیرید، لینکش میاد این بالا، اون ویدیو رو از دست ندید حتما ببینید. حالا جیروسکوپ اصلا به چه دردی میخوره؟ فقط به این درد میخوره که صفحه رو تکون بدیم سرگیجه بگیریم؟ نه، اول اینو بهتون بگم که وقتی یکم باش راه بیفتید موونتتون خدا میشه، 100 درجه بهتر از اینی میشه که هستید. مزیت بعدیش اینه که دقت هیپ فایرتون انقدر میره بالا که پشم خودتون هم میریزه. این گیم پلیر رو ببینید چقدر تر و تمیز با ژیرو آلکاتراز میشه جمع کرد. توصیه میکنم تا آلکاتراز هست برید تمرین کنید. یه نکته ای که هست اینه که ژیروسکوپ به درد آیپد نمیخوره، چون 99% بچه‌ای که آیپد دارن آیپد رو تو دستشون نمیگیرن که بتونن تکون بدن، آیپدشون ثابته. به دو انگشتی، سه انگشتی، چهار انگشتی، حالا یا بیشتر بودن هم هیچ ربطی نداره. من خودم 5 انگشتی دارم پلی میدم ولی فور ژیروسکوپم. اتفاقا بیشتر استفاده از ژیرو رو اونایی میبرن که دو انگوشی یا سه انگوشی هم. دیگه خودتون دارید میبینید، خیلیاتون هم تو این استوری من گفتید که حتما بذارم واسهتون ژیروسکوپ. قبلا گذاشته بودم ولی توضیح کاملی راجبش نداده بودم، اما این ویدیو کامل کامل واسهتون توضیح میدم، از دستش ندید، حتما تا آخر ببینید چجوری باید سنسورتون رو بچینید. خب حالا چجوری خیلی سریع یاد بگیرید؟ اول از همه برید تو تنظیمات قسمت بیسیک بیار مود، جیروسکوپ فعال کنید، بعد برید سنسیویتی قسمت بیار مود. یکم که برید پایین میبینید گزینه جیروسکوپ سنسیویتی هستش، اینجا میتونید سنس همشو بچینید، حالت سوم شخص، حالت ایم گرفتن، حساسیت موقع اسنایپ زدن و بقیه چیزا. یه نکته میخوام بهتون بگم که خیلی خیلی مهمه. ببینید شما اول از همه برای اینکه با ژیرو راه بیفتید، سه تا گزینه اول که واسه سوم شخص و اول شخص و حالت ایم گرفتنتونه، بیاید رو پایین ترین درجه ممکن، یعنی حدود 20 یا 10 اینا بذارید. هر هفته، هر چند روز که خودتون دیدید باش راحت شدید، میتونید تحملش کنید، یعنی سرگیجه نمیگیرید، اینجوری بهتون بگم، باش عادت کردید، خیلی راحت میتونید هیپ بزنید، ایم بگیرید بزنید، یه خورده ببرید بالا. هر هفته شما میتونید 10-20 تا اینو ببرید بالا، بعد یکی دو ماه راحت راحت میتونم بهتون بگم که فول ژیروسکوپ میشید، همه رو پاره میکنید. سنس بقیهش هم اسنایپ اینا هم زیاد نیاز نیست ببرید بالا، چون اسنایپ نیازه که خیلی آرامش داشته باشید، زیاد نباید تکون بخوره. اینم از سنسیویتیش، خلاصه که حتما فعالش کنید، از دستش ندید، خیلی راحت میتونید از این گزینه استفاده کنید، واقعا مثل چیت میمونه. وقتی شما فول ژیروسکوپ بشید تازه میفهمید من چی دارم میگم. آها اینو یادم رفت رو بهتون بگم، خیلی مهمه بچه ها. اگه شما قراره حالا تو ماهای آینده، حالا یا تو روزهای آینده اگه قراره آیپد بخرید، به هیچ وجه ژیروسکوپ فعال نکنید، چون اصلا نمیتونید دووم بیارید با آیپد. اونایی که گوشی بودن ژیروسکوپ داشتن بعدش آیپد گرفتن واقعا پشیمونن، میگن کاش ما با همون گوشی پلی میدادیم. حالا بچه چرا گفتم تا آلکاتراز هست تمرین کنید؟ آلکاتراز چون یه خورده فایتاش بیشتر از کلاسیکه، یه خورده بیشتر تو فایتید، خیلی کمک میکنه که زودتر یاد بگیرید.
کلاسیک، حالا تا برسید به انمی، تا یه خورده بخواید یاد بگیرید احتمال مردنتون بیشتره چون اولشه، ولی خب آلکاتراز یه خورده فایتا بیشتر راحت تر میتونید یاد بگیرید. یه نکته هم فراموش نکنید که این بازی بازی موبایل، بازی آیپد نیست. درسته چند وقتی اکتیویژن موبایل بازار گذاشته کنار، یعنی اصلا این بازی دیگه اسمش بشه کال آف دیوتی آیپد، ولی خب بازم ما با همین موبایل همه رو پاره میکنیم. خب دیگه خیلی واسهتون صحبت کردم، امیدوارم سرتون درد نگرفته باشه. برای اینکه یه خورده تحریک بشید به جیروسکوپ فعال کنید، یه دونه گیم پلی واسهتون میذارم. امیدوارم خیلی سریع به جیروسکوپ فعال کنید، ازش لذت ببرید. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با من بودید. بزن بریم که یه گیم پلی خفن ببینیم. Oh.